الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلواتي من حمدكم عرایز ما این شبها به نوعی ادامه عرایز سال گذشته و جستارهایی در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. مقدماتی رو چند شب گذشته مطرح کردیم و یه هدف شخصی هم حقیر دارم که بحث خیلی منسجم نمیخوام پیش ببرم. بحث خیلی که منسجم بشه علمی میشه و تجربه نشون داده که عزیزان ممکنه بحث از دستشون در بره یا حوصله‌شون سر بره. لذا سعی میکنم بحث‌ها رو یک شبه پیش ببرم که اگر عزیزی هم یه شب از دست داد، حالا از دست که نداد، یه شب جایی دیگه بیشتر استفاده کرد، بعد مثلا خواست برای مناجات بیاد، فردا شبش بحث گم و گور تو دستش نباشه. اما یه ربط کلی هم به هم داره. برای اینکه ورود کنیم به فضای حکومت امیر سلام الله علیه، ناگزیریم فضای اون زمانه رو بشناسیم. دو تا جمله از امیرالمومنین در نامه‌ای که در ابقای حذیفه از معدود کارگزاران خلیفه سوم که حضرت ابقا کردن، طبق نقلی که میگه ایشون زنده بوده اون 40 روز اول حکومت امیرالمومنین رو، و نامه قیس رو میخونم، بعد سعی می‌کنم اینو بازش کنم. اینا بعداً تو مباحثمون خواهید دید که یه پازل تو این پازل یه قطعه رو، یه نقطه رو برای شما انشالله روشن میکنه. یه نامه امیرالمومنین دارن، این نامه رو به مردم، عرض کنم محضر شما، مدائن نوشتن. مردم مدائن ایرانی هن. سلمان هم زمان خلیفه دوم، بیشتر شاید به خاطر اینکه از دست سلمانم راحت باشن که در مدینه نباشه، فرستادنش اونجا حکومت کرد. کمترین خیانت رو به امیرالمومنین امام حسن هم همین مردم مدائن کردن، مخصوصا زمان امام حسن، وقتی حضرت مجتبی سلام الله علیه حکومتشون از هم پاشید و شرایط به گونه‌ای شد دیگه حضرت جانش در خطر بود، یه چند وقتی در مدائن و سابات مثل تهران و کرج فرض کن مخفی بودن. نامه می نویسن امیرالمومنین صلوات الله علیه به مردم مدائن که من این حاکم شما که حذیفه باشه رو میخوام ابقا کنم، این خلیفه من هم که شدم شماره چهارم برای شما مردم که همه غیر شیعه هستن، این خلیفه شما هم هست. اینطور شروع میشه که سلام علیکم و انی احمد و علیکم الله الذی لا اله الا هو، با توحید شروع میشه، کار ندارم. اما بعد، فان الله اختار الاسلام دینا لنفسه و ملائکته و رسله احکاما لصنعه و حسن تدبیره. خود توحیده که نمیخوام واردش بشم، طبیعت شروع نامه های امیرالمومنین همینطوریه معمولا. گاهی این رو سانسور میکنه فران اما بعد، گاهی هم تو این اما بعد یه بخشی توحید میفرمون که مثلا حضرت حق دین رو قرار داد، پیغمبر رو مبعوث کرد، فعلمهم الکتاب و الحکمه، مثل خطبه‌ای که اول سخنرانی ها بعضی از بزرگترهای ماها رو منبر میخونن که مثلا الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون، دیدید دیگه یه حمد میخونن، این حمد اولی است. بعد این طوریه، ثم ان بعض المسلمین، بعضی از مسلمانان، اقامو بعده، یعنی بعد از پیغمبر، اقامو بعده رجلین، دو نفر و دو تا مرد و دو تا آدم و دو نفر رو میبینید، رجلین در کمترین حالت احترام گذاشتنه، فقط نقد نکرده. اقامو بعده رجلین رضوا بهدیهما و سیرتهما، دو نفر رو انتخاب کردن که بعد از پیغمبر اینا حکومت کنن،
و این بعضی از مسلمونا شیوه و سبک و سیره اینا رو چکار کردن؟ پسندیدن. فاقاما ما شاء الله، اینا یه مدتی که وقت داشتن، یکشون 2 سال یکشون 10 سال حکومت کردن. ثم توفاهم الله عز وجل، بعدم از دنیا رفت. ثم ولوا بعدهم الثالث، بعد یه شماره سومی رو ولوا یعنی به ولایت برگزیدن. فاحدث احداثا، این یه بدعت هایی کرد. ببینید میخوام این تو بحث امشب اینه، تو اون فضایی که ما داریم میگیم امیر سلام الله علیه در اوج مظلومیت بود، نمیتونست حرف بزنه، تقیه از مردم بیشتر از حکومت ها بود، شما میبینید همواره در کلمات امیر در نهج البلاغه ادبیات حضرت نسبت به 2 نفر اول با ادبیات حضرت نسبت به 2 نفر سوم متفاوته. این چرا اینجوریه؟ داخل پرانتز یه عالمه شبهه هم ما در واقع داریم جواب میدیم انشالله، بعضی یا شاید یه وقت فرصت شد عرض میکنم که به جایی که ما قبول نداریم، یعنی حقیر قبول ندارم که هی ما پاسخ به شبهه بدیم هی اونا شبهه کنن، ما بریم گوشرینگ هی اونا شبهه کنن هی ما پاسخ بدیم، ما باید حقایق رو مطرح کنیم اونا برن گوشرینگ، منتها در پس گفتن این حقایق شبهاتی هم که مطرح میشه پاسخ داده بشه. رویکردمون باید تهاجمی باشه، امروز رویکرد تدافعی فایده نداره. تا قیامت هم شما یه گوشه بشین سرتون زیر پایین مثل این بچه مظلوم ها 600 تا سوال میکنن، جوابش 601 سوال میکنن، تموم نمیشه که. باید رویکردمون متفاوت باشه، رویکرد باید تهاجمی باشه. میفرماد که بله بعدش یه نفر انتخاب کردن فاحدف احداثن، این بدعت هایی کرد. البته میبینی خیلی مختصر امیرالمومنین میفرماد احدث احداثن کنایه از بدعت. از کجا کنایه از بدعته؟ کل ما احدث بعد رسول الله، هر چیزی بعد از رسول خدا اتفاق بیفته به عنوان یه مسئله دینی، این تعریف بدعته که شیعه و سنی قبول دارن. توش تو تعریف احدثه هست اصلا، کل ما احدث بعد رسول الله، هر چیزی بعد از رسول خدا، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت یه چیزی رو به دین بچسبونه، این میشه بدعت. و کل بدعت ضلاله، هر بدعتی هم گمراهیه. و کل ضلالت فی النار، این مطلبیه که هم شیعیان قبول دارن هم سنی ها هم وهابی ها هم داعشی ها، همه بدعت رو قبول دارن. منتها اونا دیگه زدن جاده خاکی، مثلا فرض کنید که میگه آقا یه جماعت تبلیغی هست، بحثون جماعت تبلیغ شنیدین؟ آقا شنیدین جماعت تبلیغ؟ خیلی کوتاه عرض میکنم، هر وقت ما یادتونه دیشب بود یا پریشب بود عرض کردم، ما در دیشب بود عرض کردم در بحث تبلیغ ما مقصریم، هر وقت خواستیم بفهمیم ما شیعیان حد اقل 150-60 جفت چک مشتی باید بهمون بزنن تو کمکاری، برید ببینید این جماعت تبلیغ چه کار میکنه. جماعت تبلیغ سنی های صوفی مسلکی هستن که با وهابیت اختلاف نظر دارن. چندین میلیون نفر آدم در سال، این جماعت تبلیغ تو گوگل سرچ کنید تو قسمت ایمیجش عکس میاد، قطاری که واگن داره، دیوار قطار پیدا نیست، اینقدر آدمه. دیدید مثلا زنبور عسل روی کندوش چجوری چسبیده پره؟ اینا همشون که پول ندارن، اونایی که پول دارن میرن تو، اونایی که بیشتر کمتر پول دارن واسادن، اونایی که کمتر دارن آویزون قطار سفر میکنن. عکسشو سرچ کنید میبینید. بعد اینا همه کارتابل دارن، اولا که رایگان این سفر تبلیغی اینا، ثانیاً کمتر از 1000 کیلومتر نیست، نگاه کنید گزارشاش هم هست پیدا میکنید. پیاده 1000 کیلومتر پیاده، هر سال طرف میگه امسال سهم ما این بود، مثلا 1300 کیلومتر پیاده رفتیم، با 83 نفر صحبت کردم، 822 نفر رو مخشون رو زدم. اصلا ما خجالت میکشیم بگیم ما داریم کار تبلیغی میکنیم، کار نمیکنیم ما الحمدلله. که یه حسنی که این جریان امثال جماعت تبلیغ داره اینه که اینا صوفی هن،
صوفی ها خیلی، صوفی های سنی خیلی به تشیع نزدیکن به نسبت سایرین، و یکی از اون چیزهایی که ما انجام نمیدیم و باید انجام بدیم تقویت ایناست. چون صوفی قائل به مرشد و شیخ و قطبه، پیر طریقت داره، تمامشون از دم میگن پیر طریقت ما امیرالمومنینه. نسبت به خلفا قائل اینا، مثلا ببین فی الاخره شما الان یه آدم عمو بسری رئیس جمهور ماست، یه آدم عمو بسری مرجع تقلید شماست، ظاهرا هم جفتشون یه لباس تنشونه ها، ولی نگاه شما به رئیس جمهور، نگاه اجرایی ها دولت، نگاه شما به آقای بهجت، اونم عمامه سرشه، یه چیزی دیگه است. نگاه اونا به خلفا، نگاه رئیس جمهوره. حالا حتی رأی هم مثلا فرض کنید یه نفر که امروز به رئیس جمهور فعلی هم رأی داده باشه، بگه دور بعدم به همین رأی میدن، بازم نگاه او با نگاهش به آقای بهجت دو تاست دیگه. یکی میگه به درد حکومت میخوره، حتی موافقه، مثلا مخالفه میگه این رئیس جمهور اون آقای بهجت، موافقه میگه این رئیس جمهورمون رئیس جمهور خوبیه، خب مثلا طبق سلوق من هم هست، اما نمیگه که دیگه مثلا فرض کنید که آقای بهجته که. حالا تازه آقای بهجت کجا، امیر سلام الله علیه کجا، میخوام مثال بزنم. اونا میگن این خلفا و حکومت ها و اینا حکومت دستشون بود، حالا اگه عمامه به سرشون بود مثل این آقایی که الان هست، یا نبود مثل اون آقایی که قبل ایشون بود، چه باشه چه نباشه حکومت دستشه. اما امیرالمؤمنین قطب العارفین و وسیله الالله عزوجل، توجه میکنی؟ خیلی فاصله دارن و خیلی راحت اینا با یه بشکن تغییر میکنن، مثلا زمینه دولت صفویه اینا هستن. یعنی اینا سنی هایی هستن که بعدن شیعه میشن، مذهب تشیع تو ایران رواج میدن. حالا خیلی بحث اون گسترده است، نمیخوام واردش بشم. حالا اینو برای چی زدم؟ این قسمت جمله معتل و پاراگراف معترضه بذارید کنار. به البانی که از بزرگان وهابیت و عربستانی ها قبولش دارن و اینا، میگن آقا این روش جماعت تبلیغ خوبه، بحث بدعته. میگه که ما هرچه گشتیم در زمان پیغمبر ندیدیم قطار سوارشن برن تبلیغ، بدعت آقا کار اینا بیانصاف. نه این که با اینا مشربش با اینا فرق داره، گشته چی گیر بیاره بکوبه. گفته خب کل ما احدث بعد رسول الله بدعه، خب قطار نبود زمان پیغمبر که اینا آویزون بشن برن، نمیدون دیده نشده صحابه به قطار آویزون بشن، بنابراین بدعته. ولی یکی نیست بپرسه آشیخ این صوتی که حتی ضبط کردن تو اینترنت پخش کنن زمان پیغمبر وایس ریکوردر بود، بدعت چیه؟ بدعت هر چیزی که بعد از پیغمبر اتفاق بیفته جز دین حسابش کنی. این بیچاره ها جماعت تبلیغی ها که حالا من نه طرفدارشون نه هیچی، مثلا مذهبشون موافق داره، نمیگن که باید با قطار سفر کنی، میگن با هر چی تونستی سفر کن، تو با قطار، تو با هواپیما، با ماشین، پیاده، خیلیشون پیاده اصلا سفر میکن. صدها برابر مجموعه تبلیغات ما، بلکه بیشتر از صد برابر اونا تبلیغ دارن میکن. خدا فقط رحم کرده که اینا با سلفی ها مشکل دارن، چون صوفی مسلکن اونا اینا رو مشرک میدونن، سلفی ها اینا رو مشرک میدونن. خب دیدید امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به اون دو نفر یه جور حرف زدن، فرمودن که مردم دو نفر رو انتخاب کردن، اقام و بعده رجلین. حالا خیلی قربون صدقه نرفتن، بی احترامی هم نکردن. نسبت سومی گفتن احدث احداثن، یعنی بدعت هایی کرد. و وجدت الامه علیه، امت بر او خشم گرفتن. ثم نقموا منه، دیگه او رو مورد مؤاخذه قرار دادن و بعدن هم دیگه، یعنی که تا کشتنش هم پیش رفتن. و ثم جاؤونی، بعد اومدن سراغ من. بعد می فرماد که بله قد ولیت امورکم حذیفه،
ببینید ادبیات عرب وقتی میگن ولیتو همه میفهمن یعنی چی. پیغمبره که هرچی ولیتو و مولا و ولی بگه ایش کی نمیفهمن. چه امیر بگه اونا میفهمن، چه خلیفه اول دوم هر جا خواستن کسی رو منصوب کنن از همین عبارت استفاده کردن. پیغمبر بگه ایش کی نمیفهمن یعنی چی. همه از عرف عرب همه میفهمن. این یه نامه. یه نامه هم وقتی قیس ابن سعد ابن عباده رو حضرت فرستادن در مصر، او هم اینو گفت. نگاه کنید یه صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حضرت به قیس فرمود که با یه سپاهی برو مصر، خطرناکه وضعش. بهش بعدن اگه فرصت کردم میپردازم. گفت نه آقا شما اینجا سرباز ندارید، من با خانوادم میرم. 7 نفری پشودن رفتن مصر، کشوری که خیلی مصیبت بود دیگه. خیلی از یاران امیرالمومنین مثل مالک تورایش کشته شدن، محمد ابن ابیبکر هم اونجا کشته شد. رفت اونجا نشست رو منبر و اینجوری گفت. ثم باز اون هم اولش یه حمد و ثنا الهی داره که نمیخوام بخونم. ثم ان المسلمین من بعده، یعنی بعد از پیغمبر، استخلفوا امرئین، 2 نفر رو خلیفه قرار دادن، منهم از خودشون صالحین، اینا خوب بودن، عمل آبل کتاب و احسن السیره و لم یعد السنه، اینا به کتاب عمل کردن، به سیره پیغمبرم خوب سیره ای داشتن، سیره حکومتشون با سنت هم مخالفت نکردن. ثم توفیا، بعد از دنیا رفتن. فولی من بعده ما من احدث احداثن، بعد از ایشون، بعد از این 2 نفر کسی اومد به حکومت رسید که این اهل بدعت بود. فوجدت الامت علی، امت برو خشم گرفتن. ثم نقموا علی، یه نامه شبیه اینم از امیرالمومنین به مردم مصر در معرفی همین آقای قیس. خب این عبارات تو نهج البلاغه زیاد شما میبینید، اگه یه وقت ببینید تو روایت امیرالمومنین، اینا در منابع شیعه هم حتی اومده. خب یعنی امیرالمومنین با اون 2 نفر رفیق بود. عملا استخلفوا امرئین صالحین، عملا بالکتاب احسن السیره، این چه فضاییه؟ امیر سلام الله علیه وقتی به حکومت رسیدن، تو شرایطی به حکومت رسیدن که ایشون رو به عنوان یک فقیه اهل سنت مثل دیگران پیرو یا همتراز 2-3 نفر اول از سابقین در اسلام. حضرت عرض کردیم در حال تقیس از مردم. فرض کنید یکی با فکر من بخواد بره مثلا در کنگره امریکا کاندیدا بشه، بعد بگن مثلا راهبردهای شما چیه؟ قاعدتا بعد بگم چی؟ بعد بگم اعلای کلمت و USA. دیگه نمیشه برم بگم اونجا میخوام بجنگم، که خب معنی نداره اصلا. چجوری من برم رقابت کنم با اونا که بخوام رأی بیارم؟ نگیرم رام نمیدن اصلا، طبیعیه دیگه. 2 نفر اول اصلا راه نداشت به هیچ وجه امیرالمومنین بخواد راجع به اینا حرف بزنه. همین منجر به تمام شدنه، گیم اوور میشه حکومت حضرت اگه بخواد اینجوری ولود کنه. اما نسبت به نفر سوم نه. وقتی خلیفه دوم میخواست از دنیا بره، شورای اینو، بحث ما امشب اینه، این که امیرالمومنین در نهج البلاغه شما مطالعه کنید این فضای کلیه، هر جا به عثمان برسه خلاصه یه گوشی میپیچونه، اما به نسبت اون 2 نفر حرف نمیزنه حضرت. بعضی از این آقایونی که کانال ساختن، نمیدونم شبکه تو شبکه‌های مجازی، صفحه اینستاگرام دارن، چی دارن، تو بحث‌های شبهه میگن آقا علی ابن ابی طالب با این 2 تا خوب بوده. حالا ما بخوایم به اونو پاسخ بدیم چیزای دیگه داریم، بحث ما عرض کردیم درون مذهبیه، بنا اینکه این فضای حکومت امیرالمومنین دستمون بیاد. حضرت تو چه فضایی وقتی تو مسجد کوفه میخواد سخنرانی کنه، چه خطوط قرمزی رو باید رعایت کنه تا بتونه حرف بزنه با مردم؟ نسبت به اون 2 نفر حکومت اجازه موضع‌گیری
حکومت، مردم اون حکومت اجازه موضع گیری نمیده ابدا. با این که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مشهوره که با اون اختلاف نظر داشته، اختلاف نظر داشته، ولی شرایط ایجاب میکنه که فعلا پرده دری نشه. یه مثال بزنم برای اینکه بلا تشبیه تو ذهنتون بیاد. سال 88-89 یه فقیه نجف آبادی از دنیا رفت، ولی فقیه بیانیه داد برای مرگش. خب اون آقا فقیه نجف آبادی شمشیر رو چند سال آخر عمرش از رو بسته بود و هرچی از دهنش در اومده بود گفته بود. اگر در داخل ممنوع بود پخشش، بی بی سی هی پخش میکرد. یه کتاب خاطراتی ازش منتشر شد که اونجا یه چیزای عجیب غریب گفته. همه موضع او رو میدونن، اما تو اون شرایط ولی فقیه صلاح نمیدونه که موضع خصمانه نسبت به او بگیره. شما نگاه کنین، اول تسلیت میگن برای مرگش، بعد میگن خیلی خدمت کرد به اسلام، ولی متاسفانه آخر عمرش خدا او رو با امتحانی مواجه کرد که خدا ما و ایشان رو مورد مغفرت خودش قرار بده. این یعنی چی؟ یعنی این نامه در فضای تقیه مداراتی صادر شده، همینی که میبینید اینجا. بلا تشبیه، قصد تشبیه کسی به کسی رو نداشتم، مثال دادم جا بیفته. یعنی جامعه فعلا توی تشتتی افتاده، صلاح نیست خیلی من موضع گیری کنم. از این نمونه ها فراوونه. با اینکه طرف موضع خصمانه آشکار داره، صلاح نیست که با او برخورد خصمانه در مثلا فرض کنید رسانه های عمومی اتفاق بیفته. صلاح نمیدونم، نمیخوام درگیری ایجاد کنم. این مال دوران دو خلیفه اول. اما خلیفه سوم اینطوری نیست و حضرت از فرصت استفاده کردن. اینا مقدماتیه که برای اینکه بحث کارگزاران دولت امیرالمومنین و اینکه علی ابن ابی طالب افراطی یا غیر افراطیه بخوایم بحث کنیم، باید این مقدماتو گفته باشی. وقتی خلیفه سوم خواست به حکومت برسه، شورای 6 نفره ای اتفاق افتاد. شورای 6 نفره تا اون روز تجربه نشده بود. یعنی یا مردم اومده بودن با یکی بیعت کرده بودن، حالا بگو ما میگیم شیعه ها میگن کودتا بود و اینا، اونا میگن نه مثلا خیلی هم خوب بود و شورا بود، و بعد ایشون هم نفر دوم انتخاب کرده بود، حالا یا در عالم خلسه بود، عثمان خلیفه دوم نوشته بود، هرچی. زمانی که خلیفه دوم داشت از دنیا میرفت، بعضی از افرادی که او بهشون اطمینان داشت و در سطح مثلا فرض کنید حکومت جامعه اسلامی بودن، خیلی هاشون از دنیا رفته بودن، مثلا ابو عبیده جراح نفر سوم سقیفه، یا سالم مولا ابی حذیفه فرمانده حمله به خانه صدیقه طاهره، اینا از دنیا رفته بودن. یه شورای 6 نفره درست کرد. توی شورای 6 نفره، این 6 نفری که اومدن عضو شورا، بعضیا رو نوشتن اینا تا قبل از شورا آدمایی بودن که مثلا مثل سعد بن ابی وقاص خودشون رو در حدی نمیدیدن، اما وقتی اومدن تو شورا که تو شورا هر کدوم اینا اگه رأی می آورد میشد رهبر جامعه اسلامی، از اونها گفتن ام اس کی خویت استعداد منو کشف کردن، نوع زندگی اینا عوض شد. مثلا میگن طرف تو رزومش یه دور کاندیدای ریاست جمهوری داره، از مثلا آرای باطله کمتر رأی آورده، ولی بالاخره یه دور کاندیدا شده. بعضیه که اصلا تخصصشون تو گینس مثلا چند ده دفعه تو کاندیدا شده، اصلا شأنش عوض میشه دیگه. یه حساب کتاب کردن ببینن چند چندن. امیرالمومنین یه رأی بیشتر نداشون، هم زبیر بود، سه نفرم رأیشون یه طرف دیگه بود. عبدالرحمن که حق وتو داشت رفت تو جامعه گشت و یه خورده بررسی کرد، دید که قریش
سران قریش و بنی امیه طرفدار عثمانن. یه چند روزی مشورت کرد، بعد اومد نظر رو گفت، گفت من بررسی کردم میدم اصحاب پیغمبر و سران قریش و اینها همه مایل به خلیفه و عثمان هستند. و یه چیزی هم به علی بن ابی طالب گفت که میدونست قبول نمیکنه، که شروطی گذاشت که حضرت نپذیرفت سیره اون دو نفر رو. عثمان رأی آورد. عثمان که اومد خلیفه شد، 6 سال اول نوع حکومتش متفاوت بود. سعی کرد این ارتباطاتی که کمک کردن عثمان بیاد بالا رو رعایت کنه. مثلا آقا فرمودن به همسران پیامبر توهین نکنیم، حضرت عایشه رو مثلا به عنوان مفتی انتخاب کرد. 6 سال اول حقوقش کم نشد، بالاترین حقوق همسران پیامبر رو میگرفت، تا بعدن حضرت ایشون چندین خیانت به اسلام کرد. عبدالرحمن ابن عوف رو دستشو در بیت المال باز گذاش، به گونه ای که ثروت نجومی عجیبی به او رسید. با طلحه و زبیر ارتباط گرفت، پولای هنگفتی به اینا داد، ارقامش معلومه در تاریخ به مروج الذهب که ترجمه شده رجوع کن، لیست اینا رو تهیه کرد. یه چند سالی که گذشت، کم کم هی بنی امیه رو وارد کرد، یکی رو حذف میکرد، یکی از بنی امیه رو تیم وزرا و ولات و استاندارا هی کم کم چی میشد؟ پالایش میشد. سال ششم که گذشت، تقریبا عایشه رو خونه نشینش کردن، بدون مثلا بی حرمتی رسمی گفتن که مثلا میدون رو برای جوونا باز کنیم، یه خوردم اونا فتوا بدن. امراس رو از مصر برداشت، عبدالله ابن ابی سهر برادر رضایی خودش رو که این یه کافر تمام عیار بود، زمان پیغمبر حضرت بیرونش کرده بود، او رو گذاشت کجا؟ فرماندار مصر. حکامو یکی یکی بر می داشت، مثلا در کوفه عبدالله ابن عامر پسر داییشو که بچه 25 ساله بود گذاشت جای یکی از صحابه، مثلا فرض کن ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری برای شما دستتون نیست چه خبره، ابو موسی اشعری یه پیره و نماینده صحابه های قدیمی، نماینده و پیشقراول یمنی هاست که جمعیت زیادی هست. اونایی که میخوان اینو متوجه بشن باید برن ماجرای تو اسپانیا، شنیدید که اختلاف الان دعوای دیگه، میدید که اسپانیا یکی از ناامترین کشور هست از نظر سیاسی، جریان های نژادی اونجا با هر رجاست. اگه خواستید اونجا ببینید، مثلا بارسلونا نماینده یکی از این دعوا هاست. پیروزی بارسلون به بعضی از تیم‌ها تو اسپانیا مثلا مثل بازی ایران و آمریکا تو جام جهانی که گل میزنه گریه میکنه، همونطور اثر داره. توجه کرد؟ یعنی فقط یه توپ و یه گل نیست. ابو موسی نماینده فکره، نماینده یمنی هاست که بعدن اینها بازیگران اصلی مسئله حکمیت و خوارج شده. این آدم که پیرمرد مثلا مشهور به علم و تقوا و از نظر خودشون، اینو برمیده بچه 25 ساله رو که اصلا حرف بلد نبود بزنه، اومد رو منبر نشست. مسجد کوفه این مسجد بزرگه، 100,000 تاییه، 100,000 نفر آدم نشستن. شروعش با 40,000 تا، حالا شما همون 40,000 تا رو بگیرید. خب آدمی که تا حالا سخنرانی نکرده، یهو ببینیم مثلا 80,000 تا چشم دارن نگاهش میکنه، دستو اینجوری کنه، همه سرا اینجوری، خلیفه شو حاکم استاندار شهر دیگه، اونم کوفه ای که میلیاردی پول داره. اینم هول شد، گفت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. تو قرآن داریم چی؟ فی ستت ایام، یعنی تو 6 مرحله. این هول شد، گفت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض فی ست سنین، یعنی 6 سال طول کشید. جمعیت زد زیر خنده. کم کم نارضایتی یمنی ها گفتن اه
این داره یکی یکی افراد ما رو از حکومت قطع میکنه. قریشی ها دیدن ای این داره مثلا بنی امیه شاخه ابو سفیانو یا شاخهای دیگه مثل امرواس رو حذف میکنه. حالا با خود معاویه خیلی نمیتونست کاری داشته باشه. بعد داره شاخه مروان و برادر مروان و دیگران رو میاره سر کار. تو خودشون یه اختلافی به وجود اومد. دیدی از این ائتلاف‌های سیاسی که یه ائتلافی میکنن میرن یه جایی، بعدن مثلا یه رقیب چپ و راستی داریم، یکی از اینا اون رقیبه رو میزنه کنار، وقتی به قدرت میرسه سر توزیع قدرت دعواشون میشه. نمونه بارزش رو برید تو مجلس ششم میبینید که اونجا چجوری یقه کشی کردن آدمایی که از یه جنس بودن. ظاهرا همیشه بوده البته، حالا اون یه مثال گفتم. تو همین انتخابات ریاست مجلس خودمون لابیا رو دیدید، اونجا هم همینطوریه. یعنی اول با هم درگیر میشن که خب رأی بیارن، وقتی رأی میارن تو توزیع قدرت سهم خواهی میکنن دیگه. مثلا 3 تا وزیر ما داشته باشیم، 4 تا شما داشته باشید، ریاست مجلس با ما باشه، مثلا منشی از شما باشه، شما 3 تا این منشی، شما اون نایب رئیس داشته باشه. همینطور اون موقع هم باز خودش بود. اینا نگاه کردن داره سهم ما هی کم میشه. ضریب نفوذ عایشه که دینی بود تو مردم دیدن داره قطع میشه. حقوق اضافی که میگرفت، مثل این مثلا فرض کنید که این بودجای خارج از شمول که میدن، قطع کردن. درون جبهه خود مقابلین امیرالمومنین عثمان منفور شد. چرا؟ چون یه عده‌ای رو بالا داره میبره، دست بقیه داره داداشش رو میذاره یه جا، پسر خالش یه جا، پسر داییش یه جا، برادر رضاییش یه جا، دیگرانی که کمک کردن اون رو آوردن سر کار میبینن داره. عبدالرحمن ابن عوف یه روز اومد گفت این کار خلاف سنت، یک فصل مشتی یه کتک حسابی به عبدالرحمن زد. خیلی هم اهل افکار عمومی نبود عثمان کلا، همونجا دردم اعمال قانون میکرد طرفو. عبدالرحمن ابن عوف خودش اصلا اینو آورده، یه اعتراض کرد، یه کفگرگی، یه کله، خلاصه میگو بیت المال مال منه. من مثل خلیفه دوم نیستم اهل صله رحم نباشم، من میخوام با بیت المال، این عبارتشه، صله رحم کنم. صله رحم یعنی چی؟ یعنی هوای فامیلامو دارم. مثلا بابا جان میخوای آخه پسر داماد خالمه، خب ازدواج کردی، این 100,000 سکه صله رحم میخوام. مستحبه دیگه، صله رحم خیلی ثواب داره. عبدالله ابن مسعود گفت آقا من تعارف میکردم خازن اموال مسلمینم، بانکه، مال شخص شما که نیست. یه شوت زد اونجایی که نباید میزد و گیم اوور شد عبدالله ابن مسعود. و او دستور داد که وقتی من مردم خلیفه رو خبر نکنید. این تجربه از شهادت صدیقه طاهره بود. عبدالله ابن مسعود خیلی آدم مشهوریه، وقت ندارم توضیح بدم، امشب میخوام به خودم قول دادم که حرف بزنم زود تموم کنم. از دنیا که رفت عمار اومد یواشکی نماز خوند و دفنش کرد، اعصاب خلیفه خورد شد، یه لگد هم همونجا که نباید، دقیقا همونجا که نباید بزنه، حساس ترین نقطه عمار رو هدف گرفت و تاریخ ثبت کرده. خدا رحم کرده بود که عمار سنش بالای 85 سال بود، چون دیگه عقیم شد. آقا عربا مثل ما نیستن که، اونا بعد 100 سال تازه موتور تعویض میکن. یعنی میخوام بگم اصلا افکار عمومی هم براش مهم نبود. آدمایی که اسم بردن آدمای سرشناسی هن. مثلا فرض کنید تو جامعه ما، مثلا فرض بفرمایید که معاون قوه قضاییه مثلا فرض کنید با رئیس جمهور مثلا بحثش بشه، تو همون مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور بلند شه مشت تو صورت اون بزنه، نمی کنن دیگه. حکیو خان اعمال قانون کنه، حداقل جلو مردم نمی کنن. کهریزکی از جایی است برای اعمال قانون، جلو چش مردم که اعمال قانون نمی کنن.
عثمان خیلی بی پرده عمل میکرد. عبدالرحمن ابن عوف و عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن ارقم و عمار و اینا چهار تا صحابه، حالا ما نمیگیم اینا بعضیشون مثل عبدالرحمن با تقوا بودن، آدمای بسیار شاخص جامعه بودن، مخالفت میکردن میزد اصلا رسمن و با کتک کشت عبدالله ابن مسعودو، دنده ها شکست و اصلا رفت تو خونه شو بستری شو از دنیا رفت مرد. کم کم تو جبهه درونی مخالفین ما شیعیان، ما شیعه ها رو بذارید کنار، اونجا یه اختلافاتی شد. این زمینه اختلاف که اتفاق افتاد، اون 6 نفر که یکیش امیرالمومنینه، چند تاش افراد دیگه، اینا فکر میکردن که ما هم تو 6 تا بالاخره ما تا دمش اومدیم دیگه، بعد مثلا با اختلاف 3-4 تا رأی عثمان رأی آورده، عبدالرحمن مرده، سعد، طلحه، زبیر، عثمان هم که اون وره، امیرالمومنین هم این وره، این 3 نفر هم سعی کردن جامعه رو مدیریت کنن. سعدی توان خیزش ایجاد کردن و چالش ایجاد کردن نداره، گفت فعلا میشینم کنار ببینم اینا میزنن به هم، بالاخره باشتم اینا میخورن به هم، از رقبای ما کم میشن دیگه، چه عثمان چه طلحه، چه عثمان چه زبیر. طلحه و زبیر تلاش کردن برای اینکه تو اون محاصره معروف خانه عثمان کمک کنن. این فضا بعضی از طرفداران امیرالمومنینم که از ظلم ها خسته شده بودن، اینها هم از فرصت استفاده کردن قیام کردن. شروع قیام مال اینا نبود اصلا. اگه شنیدید مثل مالک و محمد ابن ابی بکر رو، عمرو ابن همق و عمار و اینا هم در مخالفین عثمان نقش جدی دارن، اینا خب دیده بودن مثلا عثمان امیرالمومنین دوبار از شهر اخراج کرد. حالا فرصت نیست امشب وقت گذاشت فردا عرض میکنم، کارایی میکردن برای اینکه اسم امیرالمومنین رو مردم فراموش نکنن، بعضیا مثل عمار، مثل مقداد. این فضا باعث شد وقتی عثمان توسط صحابه پیغمبر کشته شد، 2 اتفاق افتاد. عده خیلی 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 قلیلی که خوب خورده بودن، اینو طرفدارای عثمان بودن. برای بقیه جامعه اصلا و ابد عثمان اون موقع، بعدها براش چیزایی فضیلت ساخته شد، بذارید کنار، هیچ شخصیت جذابی که نبود، هیچ منفورم بود، توجه کردین؟ لذا مدت مدیدی ماها محاصره بود، هیچ کی کمک نکرد، نه معاویه کمک کرد، نه مردم شهرهای دیگه کمک کردن. مثلا فرض کنید به شما بگن آقا، فرض کنید مثلا پایتخت یک کشوری 6 ماه تو محاصره است، مردم بقیه شهرام نشستن پاشون رو پاشون انداختن با سنگ یه قل قل بازی میکنن، اینا بعدن چی میشه؟ با سنگ رو گفتم که اشتباه نشه. لذا وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، مردم عموماً چه طرفدارای امیرالمومنین چه کسانی که مخالف حکومت عثمان بودن، جز اون قلیلی که از خاص بنی امیه و آل ابی محیط بودن که اینا خورده بودن، اینا همه با عثمان منفی بودن اول. لذا وقتی امیرالمومنین داره حرف میزنه، از فرصت استفاده میکنه، اونجوری که دیدید نسبت به او ابراز بدعتگری داره، اما نسبت دوتای قبلی اصلا فرصت بیانش نیست. باشه انشالله بقیهش برای فرداشه.